صبح بخیر، عصر بخیر و شبتون بخیر بچه ها. یه سری رازای کوچیک و بزرگ توی DLC Elden Ring پیدا شده که بیشتر بازیکن‌ها معمولاً از دستشون میدن، ولی اگه دور دوم و یا سومتون باشه احتمالاً تونستین بعضی از این رازها رو خودتون توی بازی کشف کنین. بذارین درباره همشون صحبت کنیم. اولیش مربوط به اولین باسی میشه که بازیکن‌ها توی DLC بهش میرسن، دیواین بیست دانسینگ لاین، که یک تجربه فوق‌العاده رو از مبارزه کردن باهاش به دست میاریم. منظره و چشم‌انداز منطقهش، کاتسینش، درجه سختیش و حرکاتی که توی نبرد بر علیهمون استفاده میکنه. شاید فکر کنین میخواییم به داخل این باس اشاره کنیم و مثلا بهتون بگم که بله، دوتا هورن سنت دارن این عروسک خیمه شب بازی رو به گردش در میارن. هورن سنت های قدرتمندی که برگزیده شدن تا عروسک دیواین بیست رو به حرکت در بیارن. ولی نه، به این رازه توی ویدیوهای قبلی فکر میکنم اشاره کردیم. این رازه دقیقا مثل ویدیوی قبلی مونه، رازهایی که وقتی دارین با باس میجنگین معمولا متوجهشون نمیشین، چون کل حواستون به نبرده. به چیزای دیگه اصلا نمیشه توجه کرد. ولی جالبه بدونین این باس میتونه فلسک های هیل کنندتون رو ازتون بدزده، معجونای شفا بخش. البته نه به اون صورتی که فکر میکنین. وقتی باس میاد وسط نبرد میگیرتتون و میندازتتون بالا، بعد از اینکه کلی دمج میخورین و میان پایین، دور کارکترتونم یه حلقه قرمز رنگ به وجود میاد. حالا اگه بیاین از فلسک های شفا بخشتون استفاده کنین، خون باس هم مقداریش پر میشه. تا وقتی این حلقه دورتونه، همین آشه و همین کاسه. من داشتم یکی از بیلدای از راه دورمو با لول 130 روش تست میکردم و واسه همین خوشبختانه اصلا کار به حلقه قرمز نکشید. ولی حواستون باشه، حلقه قرمز یعنی فعلا بهتره از مجموناتون واسه هیل کردن استفاده نکنین. میتونین از جادوها، از اینکانتیشن‌های هیل کننده استفاده کنین، اینجوری شاید باس نتونه هیل بشه. در ضمن فلسکای آبیتون که FPتون رو واسه تون پر میکنن تأثیری روی خط خون باس ندارن، با خیال راحت ازشون استفاده کنین. ولی خب این که دیواین بیست میتونه با فلسکاتون هیل بشه یه دلیل داستانی پشتش داره که بازی خیلی شفاف توضیح نمیده. متاسفانه زره سر این باس دیواین بیست هد که بعد از شکست دادنش میتونیم به دست بیاریم یه توضیحاتی بهمون میده. میگه اسم این حرکتی که حلقه قرمز دور ما به وجود میاره دیواین اینووکیشنه، به معنی توسل الهی. انجام این کار شدت ضربات رو بیشتر میکنه، دمیج رو میبره بالاتر، استرنگس و دکستریتی رو میبره بالاتر، ولی معجونای شفابخش خون کمتری رو واسه بازیکن و هر کسی که داره از این حرکت استفاده میکنه هیل میکنن. من تستش نکردم، تستش کنین و اگه دیدین ارزششون نداره و خیلی داره مقدار هیل شدنتون رو کاهش میده، میتونین دیگه ازش استفاده نکنین. نکته که خود من در دور اول از دست دادم شعله های نارنجی و زرد رنگی بودن که خبر از آتش فرنزی نمیدادن. نه، یه سری شعله های معمولی بودن که انگار خیلی کند داشتن به هوا میرفتن، کند میسوختن. این شعله ها رو میتونین روی قایق های از کار افتاده در شادو کیپ و کمپ مسمر مشاهده کنین. این شعله خیلی یواش دارن میرن بالا و وقتی میریم کنارشون و وای میسیم، حتی میریم داخلشون، اصلا بهمون هیچ دمیجی وارد نمی کنن. صداشونم با صدای شعله های معمولی یکم فرق داره، یه جوریه. حتی مشعل هایی که کنار این قایق ها هستنم یه صدای مبهم از خودشون میدن بیرون. قایق هایی که در حال سوختن نیستن از اون طرف کاملا ساکتن و هیچ صدایی ازشون بیرون نمیاد، ولی هنوز نیم سوزن. بهم بگین نظرتون در مورد این قایق ها چیه؟
اینا همون قایقایی هستن که میتونیم زیر پای تیبیا مارینر های بازی ببینیم. توی ویدیوهای خیلی قبلتر متوجه شدیم که تیبیا مارینر ها راهنمای کسایی هستن که جون خودشونو از دست میدن و میمیرن. اینا میان با قایقشون روح مردگانو از یک دریاچه افسانه‌ای رد میکنن تا مردگان بتونن به دنیای بعد از مرگ دسترسی پیدا کنن، شاید سرزمین سایه ها، که بعدش هم متوجه شدیم داستان این تیبیا مارینر ها رو از روی یک عقیده، از روی یک باور که یادم نمیاد مال مردم کدوم کشور بود الهام گرفتن. پس شاید این شعله نارنجی که داره میسوزه کلن یه چیز دیگه است، شاید همین ارواحی که توی قایق بودن دارن میسوزن، یا حتی بدتر شاید خود همین تیبیا مارینر ها دارن میسوزن. کلن به نظر میاد ارواح در حال سوختن هستن. شاید خمره آتشین هفتی فرنس پات بتونه بیشتر واسمون توضیح بده. از اونجایی که شدوکی قلم روی مسمر و سربازان آتشینش محسوب میشه، بهتره به توضیحات این آیتم که واسه کرافت کردنش باید کهربای مسمر، امبر آف مسمر داشته باشیم یه نگاهی بندازیم، که بهمون میگه آتش این خمره هم جسم رو میسوزونه و هم روح رو. پس شاید این نظریه که در واقع ارواح دارن توی این قایق رو میسوزن یه جورای درست باشه. نمیدونم نظر شما چیه؟ به نظرتون این طوره؟ با وارد شدن به شادوکیپ میتونیم یه سری معماهای بی جوابم پیدا کنیم. یکیش همین مجسمه هایی هستن که در شادوکیپ وجود دارن، مجسمه خفاش که میتونیم روی سقف منطقه اسپسیمن استور هاوس پیداشون کنیم. تنها منطقه در کل بازی که میشه این مجسمه ها رو درش پیدا کرد همین اسپسیمن استور هاوسه، و همونطور که میدونین این منطقه خفاشای زنده هم داره که هر لحظه ممکنه بندازنتون پایین، خفاشای زنده خیلی خیلی زیاد. از اونجایی که اینجا و فقط اینجا علاوه بر خفاشای معمولی میتونیم مجسمه خفاش هم پیدا کنیم، شاید بشه گفت اینجا مهد تولد خفاش هاست. اصلا روی این نظریه کار نکردم و همین الان که دارم ویدیو میگیرم به ذهنم رسید. روی سقفم هرچی گشتم مدرکی واسه این نظریه پیدا نکردم. شما واسش نظریه‌ای دارین؟ بعد از اینکه کارم با خفاشا تموم شد رفتم جلوتر و یه چیز جالب تر پیدا کردم. ما میتونیم توی همین منطقه در لبه سقف شبه یکی از سربازان آتشین مسمر رو پیدا کنیم که انگار محافظان شخصی مسمر بودن. واسه این کار باید یه پازل کوچولو رو با کمک گرفتن از آسانسورای بازی حل کنیم و بعدش میتونیم سامنشو از آن خودمون بکنیم. باید از توی آسانسور اولی بپریم روی سقف آسانسور دومی، که پیدا کردن این جواب معما یه نیم ساعتی واسه من طول کشید. توی توضیحات این سامن نوشته شده که هلدا دوست صمیمی سالزا بوده. سالزا هم یک محافظ باوقار بوده انگار. گفته سالزا د سیج، که معنی باوقار میده، معنی خردمند و دانا هم میده. نوشته هلدا به اون دست افرادی ملحق شد که خواستار محافظت از اسپسیمن ها بودن. اسپسیمن ها همون افرادی هستند که در شادوکیپ میتونیم همه جا پیداشون کنیم. مثل اینکه یک گروهی وجود داشته که خواستشون این بوده که از این افراد محافظت بشه تا جونشون به خطر نیفته. نمیدونم این افراد چه سودی داشتن واسه بقیه. هلدا هم با این گروه هم صدا میشه. وقتی هم هلدا جون خودشو از دست میده میان خاکسترشو تقدیس میکنن، یعنی میان واسش یک حرم، یک زیارتگاه درست میکنن، چون باور داشتن حتی خاکستر هلدا میتونه مثل یک افسون عمل کنه و از این منطقه محافظت کنه. یعنی میگفتن حرم هلدا محافظ منطقه است، محافظ استور هاوس به معنی انبار. ولی آیا مایتار نیش تونستیم خاکستر و شبه هلدا رو از توی یه حرم پیدا کنیم؟ نه، لبه یه سقف افتاده بود واسه خودش. سوال اینه که چه بلایی سر حرم هلدا اومده؟ شاید حرمش
هنوز توی بازی باشه. پس بهتر سوالمون این باشه: حرم هلدا کجاست؟ نصف بیشتر سوالمون توی الدن رینگ با کجاست تموم میشه. ما بازیکن میتونیم در قلعه انسس یه صندوق مرموز رو پیدا کنیم که با باز کردنش بهمون یه سپر میده، ولف کرست شیلد، که بسیار سپر زیباییه و در برابر جادو هم ازمون محافظت بیشتری میکنه. ولی این توضیحات شیلده که ممکنه بازیکن‌ها از دست داده باشن. نوشته این یک سپر بسیار خوش ساخت آبی رنگه که حکاکی روش داره گرگی رو به تصویر میکشه که زیر ماه ایستاده. این گرگ نشانه عهد و پیمانیه که اعضای سلطنتی کاریا بستن. توی پرانتز اشاره نمی‌کنه با کی عهد بستن و بهمون نمیگه که مردم کاریا دقیقاً چه عهدی بستن. فقط اضافه میکنه که این گرگ سمبل سربلندی ماهه، سمبلی که هیچ کس یادش نمیره و همه میدونن، حتی اگه از شهر خودشون به یک منطقه کوچیک‌تر نقل مکان کنن بازم این سمبل رو فراموش نمی کنن. این یکی از آیتمایی که رلانا با خودش به سرزمین سایه ها آورده. توی ویدیوی داستان کامل رلانا متوجه شدیم که رلانا یه شاهزاده خانمه و خواهر کوچیکه رنالاست، یک پرنسس کاریایی که خانواده سلطنتی خودش رو ترک میکنه به سرزمین سایه ها میاد. در این بین چند تن از سربازای کاریایی رو هم با خودش میاره، به اضافه چند تا آیتم که اونو یاد خانوادش میندازن، مثل تیک مویی که خواهرش بهش داده، پرده های آبی و احتمال زیاد این سپری که ما به دست آوردیم. واسه جزئیات بیشتر پیشنهاد میکنم حتما ویدیوی کامل رلانا رو تماشا کنید. تعجبی نداره نشونه وفادار بودن به ماه یک گرگ باشه، چون محافظرانی که ملکی ماه تیره هست یک گرگه. و کلن وقتی حرف از ماه کامل میشه یاد چی میفتیم؟ زوزه گرگ ها، قدرتمندتر شدن گرگ ها. به نظر میاد این گرگی که روی سپره مثل یک یادآوری عمل میکنه، مثل یک هشدار تا اهالی کاریا هر کجا که هستن هیچ وقت هویت اصلی کاریایی خودشون رو فراموش نکنن، تا یادشون بمونه که زیر مجموعه خانواده سلطنتی کاریایی محسوب میشن. واسه یکی مونده به آخر DLC واسه همه یه طور متفاوت خودشون نشون میده. اون بازیکنایی که ماموریت فرعی تیولیه و آنزباک رو انجام داده باشن میتونن در حین نبرد احضارشون کنن و ازشون کمک بگیرن. بازیکنایی مثل منم ممکنه دور اولو کلن از دست داده باشن و از کمک هیچ کدوم از این NPC هم نتونسته باشن استفاده کنن. با احضار کردن این دوتا NPC علاوه بر این که میتونین توی نبرد از دو نفر دیگه مثل خودتون کمک بگیرین، میشه یه سری دیالوگ‌های جدیدم از زبونشون شنافت، وگرنه بقیهش خودشه. دشمن ها همونان و موزیک نبرد هم همونقدر خارق‌العاده است. ولی تا حالا به خود همین اتاقه دقت کردین؟ به میدون نبرد، میدونی که در منطقه آخر بازی انیر الیم میتونیم بهش وارد شیم و واسه یکی مونده به آخر DLC رو تجربه کنیم. خود انیر الیم دارای چندین ساختمون و بنا هستش که داره ازشون شن میاد پایین، ولی شنی که در میدون نبرد وجود داره به نظر میاد شن نیست، خاکستره، احتمالاً خاکستر افراد مختلف. این نظریه تا حدودی ثابت شده، ولی هنوز به طور قطعی نمیتونیم بگیم که این واقعا خاکستره، چرا که اون حلقه وسط منطقه هنوز معلوم نیست دقیقا چیه. بعضیا میگن پارچه است، بعضیا میگن ظرفه. دور تا دور منطقه هم یه سری مجسمه و پیکر وجود داره که انگار توی انیر الیم خیلی واسه شون احترام قائلن، چرا که میتونیم همین مجسمه ها رو و پیکر ها رو در ورودی بلاروت هم مشاهده کنیم. معلومه این مجسمه ها خیلی مهمن. پس سوال اصلیمون باید این باشه که این میدون نبرد قبلن توش چه اتفاقی افتاده یا چه اتفاقی می افتاده، چیه که ما ازش خبر نداریم.
حتی نظریه دادنم واسه این یکی سخته، چرا که کل بلاروت پر از مجسمه های دینی و مذهبی مختلف و بناهایی که با الهام از همین مذهب ها ساخته شدن و درشون چندین مجسمه مختلف وجود داره. اگه نظریه دارین بهم بگین. جالبه بدونین قبل از عرضه DLC بازیکن‌ها تونسته بودن از توی فایلای بازی اصلی یه سری اسم زره و سلاح پیدا کنن که معلوم شد سازنده ها قصد داشتن توی بازی اصلی بذارنشون، ولی بعدش تصمیم گرفتن حذفشون کنن. آخرم معلوم شد به این دلیل از بازی اصلی حذفشون کردن. چرا؟ چون میخواستن واسه DLC نگهشون دارن. سلاح یوپوریا یکی از همین سلاح ها بود، یک توین بلید که قرار بود از اول توی بازی اصلی باشه. ولی نکتمون این نیست، نکتمون مربوط به شمشیری میشه که قرار بوده توی بازی اصلی بتونیم به دستش بیاریم ولی حذفش کردن. ما میتونیم در سرزمین سایه ها 3 تا سنگ باستانی پیدا کنیم، یکی در غاره فاگریفت، یکی در خرابه های آنته و آخری هم در خرابه های باستانی را. اولین سنگ نوشته بهمون سلاحی به نام استون شیت سورد میده، سلاحی که غلافش پوستش از سنگ درست شده، سلاحی که در دسته استریت سورد ها قرار میگیره. اگه این سلاح رو ببریم کنار اون دوتا سنگ نوشته دیگه میتونیم سلاحمون رو تغییر بدیم، هم میتونیم تبدیلش کنیم به شمشیر روشنایی سورد آف لایت و هم شمشیر تاریکی سورد آف دارکنس. ولی مهم نیست، شمشیر اصلی هست که مهمه، شمشیری که به نظر آشنا میاد، مگه نه؟ ما میتونیم مجسمه این سلاحو در سرزمین میانه خودمون در اندازه های متفاوت مشاهده کنیم. بازی اصلی بهمون میگه این تنها چیزیه که از یک تمدن قدیمی به جا مونده، تمدن و فرهنگی که دیگه در سرزمین میانه وجود نداره، تنها باقی موندش همین شمشیره. توضیحات شمشیر بهمون میگه هیچ احدی نمیتونه این شمشیر رو از غلافش بکشه بیرون، غلافی که خودش از سنگهای ترک خورده درست شده. شاید این مجسمه هم مثل چکش تور یا اینجور چیزی عمل کنه، ولی داره میگه هیچ کس هیچ کی نمیتونه از غلاف بیرونش بیاره. و اینجاش اشاره میکنه که اگه ببرینش کنار سنگ نوشته های روشنایی و تاریکی میتونه خودشو بهتون ثابت کنه. قبل از عرضه DLC اگه این توضیحاتو میخوندین یکم گیج میشدین، چون اصلا سنگ نوشتهی به نام سنگ نوشته ی روشنایی و تاریکی توی بازی اصلی وجود نداره. 2 سال بعد هم متوجه می شدین که سازنده ها گذاشته بودنش واسه DLC. کاخ میدرا و کلن منطقهی که می تونیم درش کاخش رو پیدا کنیم هر دو یکم مرموزن. ما می تونیم توی کاخ میدرا با داستان این باز آشنا بشیم و ربطش به اهالی سرزمین سایه ها یعنی هورنسنت ها رو هم متوجه بشیم. مثلا این دشمنایی که شم دستشونه به نظر میاد خودشون هورنسنت باشن، انگار مواظبن شعله میدرا برافروخته نشه. نمیدونم، اگه میخواین با داستان پرجزئیات میدرا آشنا بشین من قبلا دربارش ویدیو درست کردم، میتونین تماشاش کنین. ولی خب یه سری پرده هم از در و دیوار کاخ آویزونه، این پارچه ها منحصر به فرد این کاخ نیستن، چرا که هم میتونیم در بلاروت دوباره ببینیمشون و هم انیر الیم. این بهمون میگه که اینا جزو فرهنگ افراد میدرا نیستن، نبودن، جزو فرهنگ خود همین هورنسند ها هستن، اهالی سرزمین سایه ها که الان کلشون توی کاخ میدرا جمع شدن. انگار به زور این پارچه ها رو توی کاخ میدرا آویزون کردن تا بگن هورنسند تا اینجا هم اومده. هورنسنت ها جلوی شعله ور شدن میدرا رو گرفتن، همه پارچه هاشون رو از بلاروت و انیر الیم به کاخ میدرا آوردن. بچه ها به این پارچه های پیچ پیچی و مخصوصا اینی که اینجا بین این دوتا ستون آویزونه دقت بکنین. به نظرتون توی کاخ میدرا میتونیم این پارچه ها رو ببینیم؟ بله، روی جسد
همسر میدرا ننایا. لباس ننایا از پارچه درست شده که هیچ هورنسنتی در بلاروت ازش استفاده نمی کنه. لباس هورنسنت های بلاروت پارچش فرق داره و از اونجایی که بازی خیلی اطلاعات زیادی درباره همسر میدرا بهمون نمیده، باید خودمون حدس بزنیم که چطور شخصیتی داشته. بازی بهمون میگه ننایا به میدرا التماس میکنه تا شعله ویرانگر فرنزی رو در بدن خودش برافروخته نکنه و میدرا هم به حرفش گوش میده و طاقت میاره. تموم شد. دیگه اطلاعاتی از ننایا در دسترس نیست. انگار در انتظار بهبودی میدرا جون خودش رو از دست داده. به نظرتون ننایا قصد و نیتش چی بوده؟ آیا واقعا دلسوز میدرا بوده؟ آیا واقعا عاشق میدرا بوده؟ سنش که از میدرا خیلی کم داره. نمیدونم هدف ننایا از پوشیدن این لباس چی بوده. شاید به زور تنش کردن، شاید خودش پوشیده، شاید میخواسته بگه منم جزو هورنسنت ها هستم، بدون توجه به این که لباس هورنسنت ها اصلا از این پارچه درست نشده، پارچش فرق داره. شاید ننایا میخواسته با این کارش هورنسنت ها رو فریب بده. شاید هم هدفش از اینا فراتر بوده. نظر شما چیه؟ ما میتونیم توی DLC با یه مینی باس مبارزه کنیم که اسمش رناه. بعد از شکست دادنش هم سلاحشو بهمون میده. Dancing Blade of Rena. سلاحی که یکی از حرکتاش خیلی آشنا به نظر میاد. اتک سنگین این سلاح دقیقا مثل سلاح Flowing Curved Sword که میشه در بازی اصلی پیداش کرد. سلاحی که بازی میگه متعلق به یک شمشیرزن آبی پوشه. شمشیرزن آبی پوش نابینایی که مهارتش اونقدر زیاد بوده که میاد یکی از ایزدان بعید بازیو از سرزمین میانه بیرون میکنه، ایزد رات. ولی به این کاری نداریم. بعضی از بازیکنان در مورد شباهت ضربات این سلاح به سلاح رنا یه سری نظریه دادن. خلاصش اینه که میگن رنا این شمشیرزن آبی پوش رو گرامی میداشته و واسش احترام زیادی قائل بوده. ولی همونطور که میدونین رنگا توی Elden Ring مهمن. اگه واسه شمشیرزن آبی پوش احترام قائل بوده، چرا هیچ رنگ آبی نمیتونیم روی زرهش مشاهده کنیم؟ پس این نظریه رد میشه مگه نه؟ نه، چون اگه بیایم در یک گریس پوینت زره رنا رو دگروار کنیم، یعنی با استفاده از گزینه آلتر دچار تغییرش کنیم، میبینیم که این تغییر خیلی شوکه کننده است. با انجام دادن این کار لباس روی زره کامل حذف میشه و میتونیم لباسی که زیرش رو مشاهده کنیم که کاملا آبیه. پس این نظریه یک قدم به واقعیت نزدیکتر میشه. منطقه آخر DLC طراحیش کلن با مناطق دیگه متفاوته و معلومه از روی یک بنای متفاوت ازش الهام گرفتن. این باعث میشه هر بازیکنی یه تجربه ای از این منطقه داشته باشه. واسه یکی آرامش بخش و آسونه، واسه یکی دیگه سخت و استرسی. اهالی سرزمین سایه ها از افراد قبیله ماریکاینا خوششون نمی اومده چون همگی جادوگر بودن، ولی انگار یواشکی دارن از سنتای اون قبیله و روشاشون استفاده میکنن. مثلا ما بازیکن میتونیم در روستای ماریکا ببینیم که پیر روستا گرند مادر که انگار دعای بقیه رو مستجاب میکرده داره با تنه یه درخت یکی میشه. در همین منطقه آخر بازی که کلن تحت کنترل هورنسنت ها هستش هم میتونیم یه همچین چیزی رو مشاهده کنیم که معلوم نیست این چه بدنیه که انقدر کوچیکه و اصلا توی بلاروت چه کار میکنه. ما میتونیم در حیات بلاروت یه درخت دوتایی رو هم مشاهده کنیم، درختایی که به هم دیگه پیوند خوردن، یا به طور طبیعی یا به طور مصنوعی. شاید این درخت نماد درخت سایه ها باشه، درخت اصلی DLC که میتونیم توی آسمون ببینیمش. ولی جالبه در همین منطقه میتونیم چند تا سنگ قبرم ببینیم. آیا واقعا اینا سنگ قبرن؟
اینا در ظاهر فقط چند تا تیرکن، ولی تیرکایی که دورشون یه سری شاخه وجود داره. انگار بعضیا میخواستن با هنر پیوند زدن بیان دو تا شاخه متفاوت رو روی این تیرکا به همدیگه پیوند بزنن. اولین کسی هم که هنر پیوند زدن یا همون گرفتینگ رو کشف و استفاده کرد گادریک بود، باسی که اول اومد بدن خودشو با چند تا دست دیگه پیوند زد. روی این تیرکا دو تا شاخه جدا از هم وجود داره، ولی انگار هورنسنتان خواستن با گرفتینگ این دو تا شاخه رو با هم تلفیق کنن. وقتی حرف از پیوند و تلفیق شدن میشه، سری یاد پسر دینیو و دراگو در لاک‌پشتای نینجا میافتم که بدنشون با هم دیگه یکی شده بود. زمان و مکان در دستان ماست. در واقع همین تیرک ها هستن که تبدیل میشن به یک درخت دوتایی و پیوند خورده. پس همون درخت بزرگی که توی حیات دیدیم معلوم شد به طور مصنوعی دوتایی شده، به طور مصنوعی پیوند خورده. دیدین وقتی تازه میخواین درخت بکارین باید اول یه چوب بزنین کنارش و درخت رو به چوبه ببندین تا کم کم رشد کنه و صاف قد بکشه؟ این تیرک هم همین نقشو دارن، باعث میشن درخت های پیوند خورده صاف بیان بیرون، با این تفاوت که خود اون تیرک چوبی هم مثل اینکه به لطف هنر گرفتینگ باهاشون رشد میکنه. انگار اینا سنگ قبر نیستن. اینکه اینا چطوری تونستن هنر پیوند زدن رو از گادریک یاد بگیرن معلوم نیست. اصلا شاید خود گادریک هم این هنر رو از یکی دیگه یاد گرفته باشه. شاید این هنر از اولش نزد همین هورنسنت های بلاروت بوده، معلوم نیست. به لطف DLC مای بازیکن حتی با نگاه کردن به مجسمه های ماریکا هم میتونیم از گذشتش سر در بیاریم، چرا که 5 تا تصویر و مجسمه متفاوت ازش وجود داره که همگی با هم متفاوتن و همین تفاوت خبر از گذشتش میده. اولیش مجسمه یه که در منطقه مسمر وجود داره، بعدی مجسمه بی سریه که در جای جای سرزمین سایه ها وجود داره، سومی تالیسمن ارتریز فیوره که داره ماریکا رو نشون میده، چهارمی هم مجسمه های کوچیک ماریکا هن، پنجمی هم معروف ترین مجسمه هاشن که در سرتاسر سرزمین میانه وجود دارن، و در آخر خود ماریکا در زمان حال رو هم داریم که میشه 6 تا تصویر. بین این 6 تا تصویر 3 تا تفاوت بزرگ وجود داره که کمکمون میکنه بفهمیم کدوم مجسمه از همه قدیمی تره. اولیش کمربند مارپیچ ماریکایه که فقط روی مجسمه های سرزمین سایه ها میتونیم ببینیمش. دومی علنگو و حلقه هایی که توی دست ماریکایه. توی سرزمین سایه ها یکی توی دستشه، توی سرزمین میانه دوتا. و سومین تفاوتم موهای ماریکا هستن، اون دوتا بافتنی که از سرش آویزونه. طول و درازای این بافتنی ها با هم فرق داره. ما بازیکن میتونیم یکی از این بافتنی ها رو در روستای ماریکا پیدا کنیم که توضیحاتش به همون میگه این قسمتی از موهای بافتنی ماریکاه که تقدیمش میکنه به گرند مادر، همون شخصی که گفتیم میتونه دعاها رو مستجاب کنه، همین کسی که من جلوش وایسادم، همونی که داره با تنه یک درخت یکی میشه. میگه ماریکا از گرند مادر درخواست میکنه یکی از خواسته هاشو مستجاب کنه و اون خواسته مشخص نیست. و این آخرین باری بود که ماریکا پاشو توی روستاش گذاشت. توضیحات این بافتنی ها به همون میگن ماریکا آخرین باری که توی روستای خودش بوده میاد قسمتی از موهای بافته شدهشو میچینه و در ازای برآورده شدن خواستش به گرند مادر تقدیمش میکنه. توی مجسمه های سرزمین میانه هم میتونیم ببینیم یکی از بافتنیاش بلنده، اون یکی کوتاه. ولی مجسمه هایی که توی سرزمین سایه ها هستن دوتا بافتنی کوتاه دارن. اون مجسمه‌اش که توی منطقه مسمرم باز یه دونه بافتنی بلند و یه دونه بافتنی کوتاه داره. اگه این بچه مسمر باشه، پس یعنی بعد از برآورده شدن درخواستش مسمر رو به دنیا میاره.
بعد از اینکه تصمیم میگیره اهالی سرزمین سایه ها رو به خاطر کاری که با مردم روستاش کردن مجازات کنه. روی تالیسمن و همچنین مجسمه های کوچیک ماریکا فقط یه دونه بافتنی بلند وجود داره، انگار کوچیک پشت شونشه. جدا از بافتنی ها، ژست ماریکا در این مجسمه ها با هم متفاوته، انگار کم کم به مرور زمان قدرت دستهاشو از دست داده، انگار هی قدرت دستهاش کمتر و کمتر می شده. مجسمه های اولیش بهمون حس خوبی می دن، حس بخشندگی، انگار خوبی و مهربونی ماریکا رو می خوان به تصویر بکشن. ولی مجسمه های جدیدش دیگه این حس بخشندگی رو بهمون نمی دن. بهمون این حس رو می دن که انگار ماریکا داره خودشو فدا می کنه. سرش پایینه، دستاش بالاتره و پاهاشم از سطح زمین بالاتر قرار گرفته، انگار خودش داره از زمین بلند میشه و لباسشم وقتی ماریکا از سطح زمین جدا شده بیشتر رشد کرده، طوری که انگار حتما باید به زمین تماس داشته باشه و در این حال بدن ماریکا رو هم بپوشونه. تالیسمن ماریکا، ماریکاز سورسیل، به همون میگه مسئولیتی که روی دوش ماریکا خیلی سنگین و بزرگه، اونقدری که شاید مثل یک نفرین به نظر برسه، نفرینی که هیچ راه رهایی هم ازش وجود نداره. توی ویدیوهای قبلی درباره این وظیفه که وظیفه راداگون هم محسوب میشه کامل صحبت کردیم. شاید ماریکا به خاطر همین مسئولیت سنگینی که روی دوشش بوده میزنه کل الدن رینگ رو متلاشی میکنه، وظیفه‌ای که بازی میگه بیشتر مثل یک نفرینه و هیچ راه رهایی هم واسش وجود نداره. شاید ماریکا قید همه چی رو زده. الانم همونطور که میدونین دیگه توی سرزمین بازی وجود نداره، ولی بچه هاش چرا؟ دو تا از باهوشترین و بااستعدادترین بچه هاش که توی DLC هم تأثیر گذاشتن میکلا و مالینیا هستن. جالبه بدونین میکلا نه تنها در سرنوشت خواهر خودش دخالت میکنه، بلکه سرنوشت میدرا رو هم دچار تغییر و تحول میکنه. توی ویدیوهای قبلی کامه درباره رابطه مالنیا با میدرا صحبت کردیم که پیشنهاد میکنم حتما با کلیک روی صفحه ویدیوشو تماشا کنین. از اینکه تا آخر ویدیو با من بودین ممنون. توی ویدیو بعدی هم میبینمتون. فیرل.